سلام دوستان، خب تو اینجا میخوایم نرم افزار مدیریت موجودی انبار برای مواد خام رو به تو معرفی کنیم. اگر برای اولین بار است که این اکسل رو باز میکنین، ممکنه یه ریبان زرد رنگ ببینین که enable content رو بزنین. شاید یه ریبان دیگه هم enable editing قبلش ببینین که اون رو هم enable کنین حتما. خب وقتی که این enable رو انجام دادیم، میتونیم از این اکسل استفاده بکنیم. این اکسل در واقع واسه مدیریت موجودی انبار مواد خام هست. منظورم از مواد خام چی هست؟ موادی هستش که ما برای تولید محصولمون استفاده میکنیم. فرض ما محصولات مختلفی داریم تولید میکنیم. این محصولات از یه سری مواد اولیه استفاده میکنن که اونا رو حالا یا مونتاژ بکنن یا اونا یک در واقع فرایندی انجام بدن تا محصول نهایی تولید بشه. خب ما این مواد اولیه رو یا مواد خام رو باید خریداری کنیم، توی انبار نگهداری میکنیم و بعد از انبار خارج میکنیم و به در واقع خط تولیدمون میدیم. خب برای اینکه بتونیم مواد خاممون رو مدیریت بکنیم، ما یه سفارش مجدد داریم که وقتی که مواد اولیه رو سفارش میدیم وارد انبارمون میشه و یه برداشت از انبار داریم که وقتی از انبار برمیداریم و به خط تولید میدیم انجام میشه که ما باید اینا رو ردیابی کنیم و ورود و خروج انبارمون رو داشته باشیم. یه برگه موجودی انبار داریم اینجا که موجودی در حال حاضر رو بهمون نشون میده. بعد وقتی که ما انبارمون رو موادمون رو میاریم بیرون، یه سری ضایعات داریم. اگر بخوایم اون ضایعات رو حساب بکنیم که چقدر بوده توی تولیدمون مثلا اینجا ضایع شده، میتونیم دستور ساخت هر کدوم از محصولاتمون رو داشته باشیم. این دستور ساخت یعنی این که مثلا من بخوام یه محصول نهایی رو تولید بکنم، چقدر از یک ماده اولیه به خصوص نیاز دارم تا یکی از اونا رو تولید کنم، که حالا هر کدوم از اینا رو توضیح میدیم. بعد قسمت مصرف داریم که به ما در واقع میگه اگر من اینجا بگم از هر کدوم از این محصولاتم چقدر تولید کردم، اون وقت به من میگه که چقدر باید از این ماده اولیه مصرف میشده و چند درصد ضایعات داشتم. و در نهایت یه گزارش داریم که گزارش در واقع مصرفمون هستش که چقدر وارد شده به انبار، چقدر خارج شده و چقدر مصرف و ضایعات داشتیم. و جداول هستن که داده های ما رو نگهداری میکنن. و یه قسمت هم تنظیمات داریم که تنظیمات اولیه رو میتونیم اینجا داشته باشیم. خب برگردیم از اول. تو قسمت ورود و خروج، من اینجا وقتی که سفارش رو میدم به تامین کننده و یک محصولی رو سفارش میدم، مثلا اینجا شکر رو سفارش میدم، میتونیم اینا رو فارسی توی تنظیمات فارسی کنیم. اون وقت این مقدار سفارشم رو کافیه وارد بکنم، مبلغی که پرداخت کردم، اون کارمندی که این سفارش رو داده، واسه اینکه بدونیم چه کسی سفارش داده، شماره فاکتورمون که توی تامین کننده بوده، نام اون تامین کننده چه کسی بوده، شماره تماس، ایمیل و توضیح. میتونید اینا رو یه مقدار عوض کنیم، مثلا به جای نام تامین کننده بذارین شرکت مثلا، خب و این رو بنویسید. ولی چیزی اضافه و کم نمیتونید بکنید به این فرم. خب واحد این در واقع کالا من، موجودی اولیه من، به صورت خودکار از طریق این فرمول خونده میشه، پس اینو نباید دست بدید. موجودی حال حاضرمو بهم داره نشون میده که مثلا آقا 2000 تا دارم، نقطه سفارش مجدده من 4000. یعنی وقتی که سطح موجودی من به 4000 رسیده بود، باید سفارش مجدد میزدم. بخاطر همین مثلا الان میتونم 2000 تا دیگه بزنم که به این سفارش مجدد برسه، یا 4000 تا بزنم که از این نقطه بره بالاتر، چون میخواستم همیشه 4000 تا تو انبار داشته باشم. خب بعد تاریخ هست، چه تاریخی این را سفارش دادم. در حال حاضر ما توی این نرم افزار فقط تاریخ میلادی میتونیم بزنیم، به خاطر اینکه تو قسمت گزارشمون و تو قسمت در واقع دستور ساخت و مصرفمون اینجا که میخواییم تاریخ ها رو مقایسه کنیم، مجبوریم بر اساس میلادی مقایسات رو انجام بدیم. پس تاریخ ها به صورت میلادی هستن. خب اینا رو وقتی که تعریف کردیم، میتونیم ثبت داده رو بزنیم که یک سفارش در واقع ثبت شد و به موجودی انبار من اضافه شد، که اگر نگاه کنیم الان موجودی کنونی شکر من شده 6000 تا. تو قسمت برداشت از انبار من میتونم اگر یک ماده اولیه خارج شد از انبار، مقدار برداشت مثلا اینجا 500 تا هست، در حال حاضر موجودی من 6000 تا هستش. واحدش رو داره نشون میده، نقطه سفارش مجدد هم داره نشون میده که حواسم باشه آیا داره میرسه به نقطه سفارش یا نمیرسه. تاریخ هست و نوع برداشت. اگر من بخوام
این رو واسه تولید استفاده بکنم، توی گزارش های تولید و مصرف هم باشه پروداکشن. اگه نو پروداکشن رو انتخاب کردم، مثلا فروختم، ماده اولیه رو گرفتم تو انبار بوده، بعد حالا یه کسی اومده خواسته از من بخره، اینجا نو پروداکشن دیگه میذارم، چون خارج شده ولی نمیخوام تو گزارشات تولیدم باشه. پس اینجا پروداکشن رو انتخاب میکنم اگر خواستم تو گزارش تولیدم باشه. حالا توضیحات اینا جای خودش، تاریخ رو هم دوباره میلادی میزنیم و ثبت میکنیم. و بعد از اینکه ثبت کردیم میبینیم موجودی حالا حاضر من شده 5500 تا، ولی هنوز به نقطه سفارش هم نرسید. خب این از دوتا در واقع قسمت سفارش مجدد و برداشت. حذف آخرین داده داریم اینجا. ما اگر حذف آخرین داده رو بذاریم، آخرین آیتمی که ثبت شده حذف میشه. مثلا من اگر اینجا یه چیزی واسه این مثلا روغن ثبت بکنم، الان موجودی شد 5500 تا، حذف آخرین داده رو بذارم، فقط این حذف میشه. اگر برگردم مثلا توی یه جای دیگه، این دیگه حذف نمیشه، این چیزی که اینجا ثبت کردیم. خب یا مثلا اون شکره حذف نمیشه، فقط مربوط به آخرین آیتمی که ثبت کردیم. همچنین واسه این موضوع آخرین آیتمی که ثبت شده فقط حذف میشه. خب یه قسمت هم داریم اضافه کردن یه کالای جدید به انبار. اگر خواستیم به انبارمون کالای جدید اضافه کنیم، میتونیم بیایم داده‌هاشو اینجا بزنیم، مثلا AA الان اینجا اضافه شده، میتونیم مثلا اینجا BB داشته باشیم، بعد اون وقت واحدش رو باید تعریف کنیم، مثلا میتونه لیتر باشه، هر چیزی که شما مثلا بسته حتی میتونه باشه. موجودی حالا حاضرتون اگه ندارین صفر، نقطه سفارش مجدد، مثلا اگر سطح انبارتون به 1000 تا رسید میخوایم سفارش مجدد بذاریم، اگه نه مثلا بسامون مهم نبود میتونیم مثلا نقطه سفارش مجدد رو هم صفر بذاریم. اینجا بعدن که من ثبت ها رو میزنم یا به ری اوردر رسیده یا نرسیده، یعنی به سفارش مجدد رسیده یا نرسیده، یا این بالانس هست، یعنی به صورت خودکار خودش اضافه میشه. یا یعنی اینکه میتونین اینجا با زدن این دکمه در واقع کالای جدید به انبارتون اضافه بکنین و اون آیتم ها رو که گفتم اینجا وارد کنین و دونه دونه بزنین. اینجا حتی میتونین کپی پیست هم بکنین، توی یه جا داشتین مثلا میتونین کالاهای مختلف رو داشتین از یه جای دیگه بگیرین، کپی پیست کنین اینجا بذارین و دیتاتون رو تشکیل بدین. خب این از انبارتون و کالاهای اولیه‌تون. یه نکته دیگه اینجا توجه بکنید، یه دونه تیبلی داریم اینجا که بهتون نشون میده چه کالاهایی به نقطه سفارش مجدد رسیدن. الان میگه آقا کره یا باتر موجودیش 2000 تاش، نقطه سفارشش 3000 تا بوده، پس تو به نقطه سفارش مجدد رسیدی، بیا اینجا این رو انتخاب بکن و سفارش مجدد بزن باسش. وقتی این رو بزنین اینجا دیگه کره از کالایی که باید سفارش مجدد باسشون داده بشه خارج میشه. اگر دیدین آپدیت نشده، مثلا اینجا اگر دستی موجودی انبار رو تغییر بدین این آپدیت نمیشه، اون وقت میتونین از این آپدیت استفاده کنین و تیبلتون رو آپدیت کنین. مثلا ناکنین کالای جدید بی رو که من تعریف کرده بودم نقطه سفارش مجددش صفر بوده بهش رسیده، چون مساوی در نظر میگیریم، صفر صفر هستش، رسیده، هیچی نداریم تو انبار، من میگه خب سفارش بده و اینجا کالاهایی که به نقطه سفارش پس رسیده رو به ما نشون میده، ولی اگه دستی زده باشیم من رفرش رو حتما اندازم. خب یه تیکه دیگه اینجا داریم واسه در واقع واحد خاصی ماشین حساب کوچیک تبدیل واحده. واسه چی هستش؟ واسه اینکه مثلا من اینجا اگر کیلوگرم دارم همیشه باید کیلوگرم استفاده بکنم، ولی یه جایی مثلا دارم به پوند از چیز میخرم، مثلا از انگلیس دارم میخرم، واحد وزن پوند رو داره استفاده کنم، میخوام ببینم هر 100 پوندی که دارم میخرم چند کیلوگرم، یا مثلا 150 تا پوندی که دارم میخرم چند کیلوگرم. کافی اینجا پوند رو توی لیستی که دارم، حالا یعنی فقط یه دونه مثال دارم، انتخاب بکنم و واحد دوم رو هم از لیست خودم انتخاب بکنم. چطوری میتونم واحد دیگه داشته باشم؟ تو قسمت تنظیمات اینجا میتونم مثلا واحد دومی رو داشته باشم، مقدارش رو تعریف کنم، هر یه دونه از این چند تا از واحد دوم هستش، مثلا واحد دوم هم میخوام B2 تعریف کنم و مقدارش رو هم بعد اینجا بگم، هر یه دونه از A2 یا بسته، مثلا اینجا بذارین یکم بهتر میگم، هر یه بسته چند مثلا چند کیلوگرمه، مثلا اینجا کیلوگرم دوباره انتخاب میکنم، بعد بگم هر یه بسته 2 کیلوگرمه. خب بعد اینجا یه آیدی واسه هم تشکیل میده، این باید حتما از فرمول بالای خونده بشه و آیدی رو تشکیل بده که تو اونجا داشته باشم.
حالا بیام اینجا میتونم به جای پوند مثلا بسته تعریف بکنم، بگم آقا من 10 تا بسته دارم میخرم، چند تا کیلوگرم میشه؟ میشه 20 کیلوگرم. من اینجا میتونم 20 کیلوگرم رو بزنم مثلا واسه چره 20 کیلو بزنم. خب به این طریق میتونیم از ماشین حسابی که اینجا داریم هم استفاده کنیم. پس این فرم ورود و خروج. یه فرم موجودی انبارم که دوستتون توضیح دادم، قسمت هم موجودی انبار و دستور ساخت رو بریم ببینیم چجوره. من اگر بخوام بدونم هر کدوم از این محصولاتی که دارم، مثلا نونه به خصوص مخصوص، از این مواد من چطور استفاده میکنه، بعد بگم مثلا من اگر بخوام 10 تا نونه مخصوص بزنم باید مثلا از این ماده اولیه ای ای هم 30 تا استفاده کنم. توجه کنین که محصول شما الان واحد نداره، من میگم 10 تا دونه از این یا 10 لیتر هر چیزی که واحدتونه، کاری ندارم، 10 تا از واحد این محصول نهایی، چند تا واحد از این ماده اولیه استفاده کنین. ماده اولیه هم واحدش دقیقا برابر با این واحدی که اینجا تعریف میکنی، اگر ای ای کیلوگرم هستش باید اونجا هم کیلوگرم تعریف بکنیم. مثلا توی دستور ساخت 10 تا از مثلا نون مخصوص باید 30 کیلوگرم ای ای استفاده بکنم و بعد میتونم این رو اضافه بکنم به جدولم که تو جدولم نشون میده از ای ای ضریب 3 داره، یعنی یه دونه اسپیشیال برید 3 تا ای ای باید استفاده بکنم و حالا این برای تولید 10 تایی که اینجا هست نمایش میده که طرف بپنه. این واسه اینه که محاسبات راحت تر باشه، یه موقع مثلا اعشاری نخواهیم بزنیم یا مثلا سختتون بودش، یا من میدونم هر 100 تا از این چقدر از این استفاده میکنن و میتونین مواد اولیه مختلف رو تعریف بکنیم، مثلا بی بی مثلا 20 تا استفاده میکنه و دوباره اضافه بکنیم و ضریبا رو اینجا اضافه کنیم. وقتی که تموم شد از هر کدوم از این مواد اولیه گفتین چقدر استفاده میکنه، میتونین این قسمت رو ذخیره سازی کنین. تا ذخیره سازی نکنین هیچ چیزی ذخیره نمیشه، این فقط واسه نمایش اینجا. خب و اینجا مثلا من اگر بخوام بی بی رو هم حذف کنم، میتونم بی بی رو انتخاب بکنم و اینجا منفی رو بزنم که اینجا بی بی رو حذف میکنه. اگر بخوام آخرین آیتم رو حذف کنم، چیزی که تو اینجا وجود نداره، فقط کافیه دوباره منفی رو بزنم چون بی وجود نداره، میره آخری رو حذف میکنه. خب اینم واسه دستور. اگه خواستین یه دستور ساخته یه محصول رو ببینین، کافیه اون رو انتخاب بکنین و رفرش رو بزنین و اون میره محصول ساختش رو که قبلا وارد شده واسه تون میاره و اینجا قرار میده. خب اینم از این. پس ذخیره رو حتما باید بزنیم که یک آیتم ذخیره بشه. اگر قبلا ذخیره کرده باشین آپدیت میشه، به روز میشه در واقع. همه اینا هم میره تو این جداول میشینه، مثلا تو جدول مصرف میشینه، بخشید تو جدول دستورها میشینه این مورد. و توی جدول محصولات من میتونم نام محصولات خودم رو وارد بکنم، مثلا اونجا نان مخصوص داشتیم، فارسی شعاره میمیسن نان مخصوص. و بعد که اینجا وارد کنم میتونیم کپی پیست کنیم محصولاتتون اگر جای دیگه ایده. بریم توی قسمت دستور ساخت، حالا میتونیم اینجا نان مخصوص رو انتخاب بکنیم و مواد اولی که لازم داره واسه تولید نان مخصوص رو بزنیم. خب مصرف چی هستش؟ مصرف این هستش که من میگم آقا مثلا تو این بازه زمانی از 1/10/2019 تا 30/10/2019 این روزا رو سالا رو باید وارد بکنیم تو یک بازه زمانی، من از هر کدوم از این محصولات اینقدر تولید کردم. اگر یه نرم افزار دیگه واسه تولیداتتون استفاده میکنیم و میدونین که چقدر تولید دارین، کافی از اون فقط بگیرین کپی پیست کنین. مثلا ما یه محصول دیگه، یه نرم افزار دیگه داریم اینجا که تو اینجا به من یک جدول گزارش میده که اینم تو سایتمون هست که میتونین از اینجا کپی کنین و بعد بیارین اینجا پیستشون کنین. به صورت ولیو هم میتونین پیست کنین. خب قبل از اینکه این پیستا رو انجام بدیم، پاکسازی رو هم حتما بزنیم. خب اول پاکسازی میکنیم بعد کپی پیست میکنیم. فقط الان من کپی پیستی که دارم میکنم به خاطر اینکه من محصولاتم ای و ای و اینا نیستش و واسهش دستور ساخت ندارم، نمیتونم اجرا رو بزنم. به من ارور میده، میگه آقا محصول ای هیچگونه رسیدی نداره، بی هم نداره، هیچ دستور ساختی واسه اینا تو نزدی واسه من، پس چیزی مصرف نشده. ولی اینجا حالا بر اساس مثلا اون چیزایی که داشتیم اگر بیام
بزنم توی محصولاتم، جدول محصولات مثلا اینا رو داشتم یه مقداری بزنم که بهتون نشون بدم فقط. یا مصرف اونجا من که پاک میکنم. خب حالا اگر اجرا رو بزنم فکر کنم مصرف ساخت مثلا کیک رو داشتیم که میاد میگه آقا چقدر از هر کدوم از اینا استفاده شده، چقدر از انبار اینقدر استفاده شده توی تولید، اینقدر از انبار خارج شده بوده پس اینقدر زایاد داشتیم، چون الان مقدار مصرف خیلی بیشتر از مقدار خارج شده از انبار است. معلوم نیست طرف رفته از کجا و حالا چون دیتا تست بوده اینطوری به دست اومده، معلوم نیست انگار طرف رفته از کجا بوده. پس مقدار زایاد منفی شده، یعنی در واقع معلوم نیست انگار رفته از یه جای دیگه خود طرف خریده. ولی خب واسه این مثلا روغنه اینجا میگه 1895 تا استفاده شده، 8000 تا خارج شده، 6000 تا تو زایاد داشتی، چی شده این؟ خب که میتونین این رو هم داشته باشین. بعد اینکه این گزارش رو ساختین میتونین گزارش پی دی اف، خروجی پی دی اف بگیرین و ذخیره سازی رو بزنین اگر میخواین ازش گزارش در آینده داشته باشین، که این میره توی یک جدول در واقع مصرف های من میشینه. و توی این گزارش که من اگر بیام به روز رسانی رو بزنم، این داده‌های من به روز رسانی میشه و این نمودار منم اینجا واسه کالاهای در واقع مواد اولیه مختلف میگه چقدر من زایاد داشتم، روندش رو در طی در واقع روندش رو به من توی ماهای مختلف داره نشون میده. حالا چون یه مقدار منفی داشتم یعنی نمودارش بد شده به خاطر اون دیتا انتری بعدی که داشتم. تو اینجا هم میتونین ماهای مختلف رو انتخاب بکنین و روندهای مختلف رو ببینین، چون زیاد دیتا نداره من چیزی نشون میده و اینجا هم تحلیل خودتون رو بنویسین و تاریخ شروع و پایان رو هم حتما اینجا باید بزنین گزارشی که میخواییم بگیرین و این رو هم بر اساس این ست کنین و بعد به روز رسانی رو بزنین، چون بر اساس این تاریخ هستش، این بازه زمانی است که این جدول به روز میشه و این به این ربط داره، به این نموداره مربوط است. پس این مربوط به این و این هم مربوط به این نموداره. خب این پایینش هم ممکنه زیاد کم بشه، مثلا این خالی گذاشتیم این جدول میتونه بره تا پایین. بعد این جداول هم که فقط گفتیم دیتا ها رو ذخیره میکنه، میمونه قسمت تنظیمات. تو قسمت تنظیمات ما یه ذخیره سازی داریم که اگر این ذخیره سازی رو بزنیم همه این جداولی که هستش توی یه اکسل جداگونه ذخیره میشه توی اون فولدری که میخواین، پس یه بکاپ ازتش میگیره. پاک سازی جداول هم که وقتی این اکسل رو باز میکنین حتما بزنین، میاد میگه آیا مطمئن هستی؟ بله. میاد همه این دیتا هایی که بوده رو پاک میکنه واسه شما، به غیر از این که حالا اینو درست میکنین، میرین اگه تو جداول میبینید همشون پاک شدن و میتونین داده‌های صفر داشته باشین و از اول اینا رو شروع بکنین. این گزارش ها خودش با بروز رسانی مثلا با یه بار اجرا اینا همه دوباره درست میشه، فقط این رو خودتون باید پاک سازی کنین، یه پاک سازی بزنین اینا هم خودش پاک میشه. دستور ساخت و همه اینا ناکنه الان چیزی نداره که بخونه دیگه، بعد اینا رو وارد بکنین دوباره چون صفر شده تا اکسل. و اینجا اول از همه هم باید با کالاهاتون و با مواد اولیه‌تون شروع کنین موجودی هم. خب ممنونم از توجهی که داشتین، امیدوارم این اکسل بهتون کمک بکنه. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.